الان میدونی چند وقتی با ما یه سفره حتی یه روزه هم نیومدی؟ سفره یه روزه با تو نیومدم چون تو همه این سفرتون یه شهری خوابیده. منم نمیخوام برای یه سفر کل زندگیمو بریزم به هم. آخ جون، داریم میریم ریکاوری. همش گرفتی باشه. چی شده؟ بابک رو دزدیدن. چقدر من به این بابک گفتم تو دشمن زیاد داری، اما توجه کن. ببین کی داره منو متهم میکنه؟ کسی که به خاطر ارث و میراث از بچه خودشم گذشت. من اگه به بابک فشار آوردم به خاطر پول نبود، به خاطر اینکه نمیخواستم این وصلت صورت بگیره. بابا به چه زبونی بهت بگم؟ خانواده من با این وصلت مخالف بودن. کی میتونستم تو روشون وایسم ها؟ ببینم یعنی تهش میخوای به این برسی که من زنگ بزنم به زنم بگم پولم برام بفرست؟ بابا میگم سوری، یکی از ماها باید زنگ بزنه دیگه. اسکناسا به دلار، باندرول شده یو اس. بهت آدرس میدم. 12 شب کنال یه سطلاشخال دوباره بهت زنگ میزنم. 4 میلیارد قرونش کم باشه شوهرت میمیره. میمیره میدونی یعنی چی؟ بهت این پولو میدم به شرطی که از بابک جدا بشی. خونه رو فروختم. تو چطور این کارو کردی؟ عزیز من اگه این کارو نمی‌کردم که تو الان زنده نبودی. بابا یه تماس با پدر من می‌گرفتی، از رو کمک می‌خواستی. زنگ زدم کمکم نکرد. گفت باید ازت جدا شم. ولی مسعود همراه من نبود. تو و مسعود با هم بودیم با 2 نفر دیگه. این چرت و پرتا رو اون مرتی که روانی زنگ می‌زنه به تو میگه آره؟ تا کی می‌خوای به دروغات ادامه بدی؟ دیگه هیچ وقت نمی‌خوام ببینمت صاحب. بیرون. چیز شده؟ با بیتا به هم زدیم. با بیتا به هم زدیم؟ جریان کیش رو فهمیده. آقا چطور؟ پیره مرده عوضی برداشته براش عکس فرستید. عکس فرستاده؟ جریان کیش رو فهمیده. یعنی منم تو این عکس هستم؟ نه خیر نبودید. شما موقع تو ماشین نشسته بودی، از پس سرت عکس گرفته، اونم تو فاصله دور. درسته. اینم توش که پول هست ها؟ خالی مالی نباشه. فلش شما خالی نباشه. تو فلشه که فیلم هست خالی مالی نباشه. آره داداش قربونتم. ما نون حلال میخوریم. کلشو پر کردم. عجب لگنیه این. یعنی این همه مایه دادیم واسه همچین آشغال بیکیفیتی آره؟ آقا ما به هر کی شک داشتیم رفتیم دنبالش. الان دیگه بنبسته، کسی نیست که. نه خیر هست. این که نیماست. ببینم کی هستی نیما؟ نیما داداش طناز دیگه. مسعود تو واقعا نیما رو نشناختی؟ او 10 بار اومده اینجا واسه خودمون گیتار زده، بعد تو میگی نشناختم. اون 10 بار که اومده اینجا من رو هوا بودم، بعدم خب فضا تاریک بود دیگه، چه میدونم نیما کیه. اون موقع رو هوا بودی، الان که رو هوا نیستی. ببینم احیانا پولای شما به دلار نبوده. طناز اینا رو واسه من گذاشته بود با یه تیک کاغذ. من ساده رو بگو، فکر کردم پای حساب کتابی که با هم داریم واسه هم گذاشت. کجا داریم بودیم تنناز؟ تنناز؟ بله. سلام نیما. مسعود شمایی؟ تنناز خبر نداری؟ والا من که دیروزم بهتون گفتم به پیر به پیغمبر به جون جفتمون اصلا ازت خبر ندارم. این احمق عوضی داره میپیچونه. آره داره میپیچونه. تو چجوری آدرس اینا رو نداری؟ به جون هر ستامون ندارم. نداری؟ چی کار داری میکنی با زندگیت مسعود؟ تو داری میری با کسی ازدواج کنی که حتی آدرسش هم نداری؟ شماره این پسره نیما چی اسمش؟ اینو بفرست برای من. باشه میفرستم. شما دوستای صمیمیشید، از شما حرف شنوی داره. نمیدونم یه کاری بکنید، یه کمکی، یه رای جلوی پای من بذارید. طلاقش بده. نفر سوم تو عکس کی بود؟ نگار اینجا بود. چی؟ عکس‌ها رو بهشون نشون داده. نگارم خیلی دنبال این بود که اون نفر سوم کیه. مسعود و سهیل کیش بوده. فکر نمی‌کنم وسطی هیری ویری رفته باشن کیش. هر کی بهت عمر داده اشتباه گفته. پس تو حتما یه پرسجویی بکن. این پرسه. چون عکس‌ها و فیلماشون رو شده. اگه پرسیدی بپرس اون نفر سومی که تو عکس کی بوده. نفر سوم
من که میدونم منظور چیه، ولی اون روزایی که سر تو زندگی خودمون بود خیلی بیشتر به ما خوش میگذشت. خیلی. آره. انقدر سرم تو زندگی خودم بود که اصلا حواسم نبود دور و برم چه آدمایی هستن. چه طرح روی جلدیه که زدی؟ نه واقعا این چیه؟ ها؟ اینا رو بعدا ببر توی تحلیلیه درستش کن تا من بیام. بیا بشین اینجا. بشین اینجا. همین کارا رو میکنی که اینو فروش نمیره دیگه. قربونت برم. این طرح روی جلد مشکی، مو مشکی، کروات مشکی، کتم مشکی. آره؟ آخه یعنی چی؟ بگی کل اینو صورتیش کن. این کتو آبی، پیراهن قرمز، این دراز آویزا الان میخواد مثلا الان مشکی باشه، مشکی دوست داری اب نرمز باشه، یه رو نداره. آقا صورتی با قرمز تضاد داره؟ اولا تضاد نه، کنتراست. اینو جلو چهار تا غریبه نگو، آبروی من و هفته نامه و همه رو میبری. باشم تو اصلا تضاد میدونی یعنی چی؟ یه نگاه به کتت بنداز. کتت چه رنگیه؟ سرمه‌ای. یه نگاه به درازاویزت بنداز. درازاویز چیه؟ کروات دیگه. چه رنگیه؟ آبی. پیرنم آبی. این تضاده؟ تضاد به این میگن. اینو نگاه کن. سرمه‌ای. این قرمز، این نکمه دادی، شلوارم که لی دیگه. تضاد به این میگه. آه. تموم شد. بلنشو. بلنشو اینو ردیفش کن. چشم. اونانم تحت. سلام قربان. سلام علیکم. خسته نباشی. علیکم سلام. خوب برس به کارت. خوب هستی. من صد بار بهت نگفتم اینجا جلسه نذار. داشتیم در تو تضاد رنگی و اینجور چیزا صحبت میکنیم، ببخشید. سوال کجاست؟ آسوال تشریف نهی بردن هنوز. آقا منصور چی اومده یا نه؟ توی تحریریان دارن کارشون انجام میدن. من صد بار به شما نگفتم یا اینو نبند یا درست ببند. الو سلام. ببین پسره نیما زنی نزد، احتمالا فهمیده دستش برامون رو شده، داره میپیچه به بازی. نه بابا جواب تلفنش هم نمیده. داریم با مسعود میریم سر وقتش. نمیدونم والا، یه استودیوی ضبط موزیک مسعود میگه هر از شنگاهی میره اونجا ساز میزنه. بریم. ببین قبلا سینجیم نکن، بیایم دنبالت یا نه؟ باشه، بس اگه اتفاقی افتاده پیداش کردیم بهت خبر میدم. خداحافظ. فهم خواهیش کنم. تو باور کرده توی صد تا آسمون تو تک ستاره منی. بله زبونم نداره خیلی باشه.
فرمایش. نیما توی؟ شما؟ ببخشید وقت قبلی داشتین؟ نه ولی چند تا سوال داشتیم. در مورد؟ در مورد این نوازنده پسره. کدومشون؟ نیما گیتاریسته. آها دیگه اینجا نمیاد. چرا؟ خب با اعتیادش حال نکردم بهش گفتم دیگه نیاد. ببینم اسمی آدرسی شماره تلفنی چیزی ازش دارین یا نه؟ هیچی ندارم ازش. هیچ. به کارتون برید. خوشحال شدم. شما خوبی؟ الو. الو دکتر سلام. نشناخی دکتر؟ دکتر سهیل متخصص اعصاب یادتون اومد؟ دکتر خوبی؟ نه مشکل خاصی که پیش نیومده دکتر، فقط این داداش نیمای ما سرش شکسته، یه مقدار خونریزی داره، پدرشون هم ناخوش احواله. خواستم شما رو ببینم، به هر حال ببینم میتونیم این مشکل رو حل کنیم یا نه. ببین بیچید به بازی فکر کردی خیلی بچه زرنگی؟ لاتیشو پر نکن واسه من. تو اگه اینقدر بزن بها داری پاشو بیا اینجا مشکلمونو با هم دیگه حل کنیم. باشه. میترسی بابا دعوات کنه؟ خب. یه کاری دیگه میکنیم. یه آدرس برات میفرستم. نیم ساعت دیگه اونجا باش. عین بچه آدم. آقا جون. شما یکم دراز بکش استراحت کن.
من یکم به این رفیقم برستم. الان برمیگرد. چی؟ بگی آجون. این چی؟ یکی از رفیقامه. آجون الان بهش میرسم راش میدازم میره. بگی آجون. چی؟ آقا خواستم خواهنده. باش آجون. میام پیشه تر. الان میام پیشه. فقط یه چیزی بهت بگم. اگه کلکی تو کارت باشه انقلتی بیاری برای داداشت که نشستم حسابی تعریف کردم بعد وقت کنار تخت بابات برای اونم قصه تعریف میکنم قصه زندگی تو هم که یه رمان جذابه باشه سر درد میکنه به لطف شما گزگز میکنه بعد خوب میشه بریم من دیگه کجا بیام شما نباشی که نمیشه نمیخوای مراقب خواهرت باشی پرستار بابا رفته دارو خونه هر جا باشه الان دیگه پیداش میشه باش تو بیاد بعد میشه پرستارم داره پول اون پرستاره رو دیدی نقاشی کنید خونتون رو در برش باز میذاریم خودش کلید داره فقط واسه بیاد بعد بریم نمیخوام با اون تنها باشه این پیرمرد نه با کسی کار داره نه کسی با این پیرمرد کار داره منم که نمیخوام تنها بمونه ولی اینجوری پیش خواهرت بعد قول میشی بریم کجا؟ اگه اجزه بزنیم لباسه هم عوض کنم بعد بریم تو را یادم بنداز دمه یه دارخونه وایسیم با این بگیری ببی چی دور کلت کجا داریم میریم؟ اخی داشتی میرفتی پولا رو برداری هم از خود سوال کردی؟ نمیدونم چرا بی خود و بی جهر افتادم وسط این بازی بابا چشه؟ کارگر معدن بود زیر آوار موند چند سالی میشه خونه نشینه متاسفم اونی که باید متاسف باشه نیست تو هست چی متاسفی همینجوری واسه هم دردی داداش همین بغل نگرده ما پیاده میشیم شما صبر کن تا ما برگردیم Thank you.
نیست. سرش شکسته. بازی سر شکستن هم داره دیگه. برو. من پیشش دوام ایستم. نره؟ نه. بایست دلش هم میشکنه. برو. خب. چه؟ میشنم. زنم میدونه تو کیش چقدر به من خوش گذشته. چیزی هم جا ننداختم که تو بخوای واسش تعریف کنی. اگه به زن بابک زنگ بزنم بگم ماجرای گروگانگیری همش دروغ بوده چی؟ پدرک، از زندگی خودم که مهمتر نیست. الان فقط میشنوم. خب که چی رو میخوای بشنوی؟ میشنوم! آخه اگه بهت بگم که ترک برمیداری باورت نمیشه. سلام. چه عجب عروس خانم بعد از سالها گذرشون به اینجا افتاد. اومدم جبران سالهای از دست رفته رو بکنم. خب اگه من نخوام جبران کنی چی؟
عمو جان شما من و عروس خودتون نمیدونین، ولی برادرزادتون که هستن. بشین. چای یا قهوه؟ هیچ کدوم. من که میدونم تو برای احوال پرسی نیومدی. خب کارتو بگو. هتل شایان کیش؟ میخوام ببینم بابک تو اون تاریخ اونجا بوده یا نه. میخوایی که من جاسوسی پسرمو بکنم نه؟ نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت. من بهت میگم وقاحت. من فکر میکنم آدم ربایی در کار نبوده. خب چرا این فکر رو میکنی؟ جلوی چشم خودت دزدیدنش. احساس میکنم همش یه بازی بوده. میتونم حدس بزنم که پسرم تو این مدت چی کشیده؟ زندگی با یک زن شکاک دیوانه. آخه چرا یه همچی فکر احمقانه ای کردی؟ دلایلش زیاده. خسته شدی؟ دنبال بهانه میگردی که جدا شی؟ من میدونستم که آخرش به اینجا ختم میشه. شما وصله هم نبودی. شما هم همینو میخواستین دیگه، مگه نه؟ من خیر و صلاح همتونو میخواستم. شما به تنها چیزی که فکر نکردین خیر و صلاح ماست. اشتباه میکنی. اگه زیر پامونو خالی نمیکردین ما الان بهترین زندگیو داشتیم. باورم نمیشه. عقاید من نیازی به باورای شما نداره. هیچ وقت دلیل این همه کینتون رو نفهمیدم. یعنی همه این تلخی ها به خاطر اون ارث و میراث کوفتیه. تو هیچی نمیدونی نگار. من هر چیزی رو که دوست داشتم و میخواستم پدرت از من گرفت. حتی اسم نگار رو. اسم منو؟ نه هیچی هیچی. تو اینجا نیومدی و من هیچ چیزی نشنیدم. اگه این کارو برای من انجام بدین منم به پیشنهادتون فکر میکنم. پیشنهاد؟ طلاق. سلام جنوز. هر چقدر دلت میخواد تلفن‌های منو جواب نده. فقط خواستم اینو بدونی که اگه هر کسی دیگه غیر از تو بود من این بازی رو همینجا تمومش میکردم و همین چیز رو برمیگردوندم به حالت اول. حیف که دوستت دارم.
سلام آقای بهزادی. خوبم، ممنون. زنگ زدم بهتون بگم لطفاً کارهای طلاق رو حتما پیگیری کنیم. بله. سکه ها رو هم بذارین اجرا تا دونه ی آخرش رو میگیرم. یعنی اصلاً کوتاه نمیام از این قضیه. خیلی ممنون. به مامان بابام چیزی نگین لطفاً. خیالم راحت باشه. به آقای اسماعیلی بگین چه وقتی من میخوام دور از ایران باشم برم به کارهای شرکت رسیدگی کنن، من نیستم. بله. خیلی ممنون، لطف میکنین. امری نیست. خداحافظ. بابک، سلام آقا جون. سلام آقا جان. اینجا چه کار میکنی؟ منتظر تو بودم. خب چرا اینجا؟ چرا نرفتیم بالا؟ نمیخواستم جلو زنت حرف بزنیم. اصلا چند بار بهت زنگ زدم اما گوشی رو بر نمیداشتی. نه با شماست. گرفتار بودم. این روزا گرفتاریات زیاد شده. بریم یه جایی بشینیم با هم اختلاط کنیم. چی میگی آقا جون؟ این وقت شب؟ سر شبه. آره خب، فقط مشکل اینه که من خیلی خستم. اگه اجازه بدین فردا تشریف بیارین دفتر، مفصل با هم دیگه حرف میزنیم. تو از من دلخوری نه؟ این وقت شب چه سالیه که میپرسی؟ دلت با من صاف نیست. انتظار دارین چی بشنوین آقا جون؟ یه سوالی نکنین که اوزمون از اینی که از بدتر شه. بدتر از این؟ چی بگم آقا جون؟ آره، راستشو بخواین ازتون دلخورم. هر موقع به کودکیم فکر میکنم هیچ تصویری نمیاد جلوی چشم جز یه آدم خودخواه که فقط میخواد حرفشو به کرسی بشونه. میخوام جبران کنم. راستش بخواین تو مرگ مادرم هم شما رو مقصر میدونم. خیلی اون بنده خدا رو زجرش دادیم. یه جوری فکر میکنم دق کرد از دست شما، از دست خودخواهیاتون. من دوستتون داشتم، هم تو رو هم مادرتون. خیلی خوبه خوشم، خیلی خوبه. ولی به نظر تو یکم دیر نیست؟ شب بخیر بابک. امروز زنت اومد پیشم، میخواست که جاسوسی تو رو بکنم. جاسوسی؟ میگفت گروگانگیری سیاه بازیه. اشتباه میکنه نه؟ منم همینو بهش گفتم، گفتم مزخرف میگی. این همه سال پای کسی موندی که داره به تهمت میزنه. اما خب اشکال نداره، طلاقشو که دادی خودم برات یه خونه زندگی بهتر از این درست میکنم. شب بخیر. از دست همه شاکیم، از خودم، بابا، شما، عمو، بابک، از همه، از خودم بیشتر. نمیدونم چه گناهی کردم که همه چی ذره ذره داره جلوی چشام خراب میشه. همه خوبن، فقط منم که داغونم.
ببینم نگار، برای چی رفتی سر گاف صندوق من ها؟ با تو هم ببینم، تو رفتی بالا سر کشوی من؟ با شما چیه؟ ناراحتی رازت برملا شد؟ چرا مزخرف میگی نگار؟ دنبال چی هستی؟ من دیگه حتی توان بحث کردنم ندارم. منم توان بحث کردن ندارم. خودت هم میدونی هیچ ارتباطی بین من و هیچ کسی نبوده. خجالت میکشی اسمشو جلو من بیاری؟ آره این ارتباط هرچی که بوده مربوط به قبل بوده، خودت هم میدونی. من هیچی نمیدونم دیگه، حتی نمیشناسمت. آره کردم، دوباره شروع کن با قضاوتهای بیجات گند بزن به زندگیمون. میشه درو پشت سرت ببندی؟ اعتراف یه آدمه، اعتراف خودمه، یه آدمی که خیلی خودشو تحویل گرفت، یه آدمی که زندگیشو فراموش کرد، به زنش خیانت کرد، خواهرشو یادش رفت، برای 4 روز دلخوشی گند زد به زندگیش. میخوام این صدا رو ضبط کنم، برای روزی که لازم شد دوباره بشنومش، وقتی داره اینا رو میگه همه چیشو باخته، زنش هم دیگه تحویلش نمیگیره، خواهرش هم دیگه چیزی بارش نمیکنه. بعد یه ذره دل و جرأت داره، اونم واسه این که اعتراف کنه که چی جوری با زندگیش بازی کنه. وایسا یه دقیقه بیاد پایین وایوت. از پیشول میترسیم؟ برم میام. مسعود سوهل میگه بیندمه در تو پارکینگ. بیه چه نمیه تو؟ وایستا بذار حرف داره حرفاشو بزنه. میخوای حرفا اینو بشنویم؟ این هر چی میگه مزخرف میگه. مزخرف تویی. هر کجا میبینی چی میگه که میگه مزخرفه؟ هر چی به من گفتی برای بابک تعریف کن. دزدی پولا فکر مسعود داره دریوری میگه. اگه دزدی کار منه پس پولا دستن کثافت چی کار میکنه؟ کثافت تویی که به خاطر 2000 پول رفیقاتو دور میزنی.
تو کیش یادته وقتی به زنت زنگ زدی گفتی پول میخوای؟ اومد سراغ من. گفت الان بهترین وقتی که بار خودمونو ببندی. اگه منو شریک خودش کرد به خاطر این بود که آدم مطمئنی تو تهران سراغ نداشت. بهم قول داد. گفت وقتت میکنم. گفت بعد از اینکه پولا رو به جیب زدی میریم اون بر آمون زندگی رویایی که دلت بخواد رو میسازی. حتی چند بارم به زنت زنگ زد تهدیدش کرد. مسعود تو باز زندگی من چه کار کردی؟ زخرف میگه. خفه میشی یا خفت کنم؟ واسه همین چیزا بهت اعتماد نداشتم. آخه اگه تو آدم حسابی بودی زنت مثل یه تیکه آشغال از زندگیش پرت و دم کردی. تا وقتی خرجت میکردم که عاشقم بودی؟ عاشق؟ من حتی تصورم نمیکردم یه روز، فقط یه روز با تو زیر سقف زندگی کنم. خیلی بی‌چشم بودی. من دیگه تحمل این خیمه شب‌بازی رو ندارم. وایس ببینم. این خیمه شب‌بازی رو کی درست کرده؟ من یا تو؟ تو داری با تو آسه میپروروندم؟ میگم داری حرف اینو باور میکنی؟ این اشریه حقا من بوده تن ناز شب و روز زحمت کشیدم تا ساختم بشه بعد بابک با اشاره یه از چنگم در بود الانم که بز حاضر و دوز حاضر دانشم که میزنه دوگونه عجب جنوری هستی مسعود حالا چی؟ ادامه بدم یا قطعش کنم؟ من حالم خوب نبود یه مزخرفی گفتم تو این دزد کثافت چرا این کارو کردی؟ باشه، فکر میکنیم تو حالت خراب بود، ساعت اول عصرش چی؟ عصرش که اوکی بودی؟ چرا هی زنگ زدی به زنش تهدیدش کردی؟ گفتی زود باش پول جور کن تو چی کار کردی مسعود؟ تو چی کار کردی مسعود؟ هر کاری میکنی زیر سر این کثافتی که میزنی؟ تو واسه این پدر هممونی در خوردی؟ کار من بود من اینجا رو ساختم من بهت کار دادم من تو رو صاحب نشریه و مدیر نشریه کردم آره حال من خوب نبود اما رفیق چند سال پیش تو پول قلط میزدی اومدم ازت 1 میلیارد خواستم گفتم بذار من بدهی های نشریه رو بدم سر پاشم تو که حالت خوب بود اما تو چی کار کردی؟ نشریه ای که اون موقع 4 میلیارد میارزید و مفت و مسلمت چنگم در آوردی به جای که دستم رو بگیری زیر پا و خالی کردی این نشریه الان خیلی بیشتر از این حرف رو میارزه من فقط سهمم رو برداشتم همین این همه دو دوزه بازی کردی این همه بازی مون دادی توجهش همین بود ها من چه بدی به تو کردم مسعود من این دفتر دستا که با کلی بدهی برداشتم میتونستم بندازمت بیرون اما نکردم به خاطر زنت به خاطر آبروت تو چون به من احتیاج داشتی منو نگه داشتی حقم داری اینو میگی حقم داری اینو میگی برو گم شو بیرون عجب جونوری هستی مسعود آره من یه جونورم یه هیولام میرم دست بردار